تیتر اول امشب، موج جدید انفجار دستگاه‌های ارتباطی حزب الله، این بار بی سیم‌های دستی همزمان با مراسم تشییع قربانیان پیجر منفجر شدند. جنگ تمام عیار الکترونیک علیه مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی. دستگاه‌های ارتباطی حزب الله چگونه منفجر شدند؟ اسرائیل چطور تا پیجر شخصی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت نفوذ کرد؟ امشب در زیر ذره‌بین می‌بینیم عمق نفوذ الکترونیکی اسرائیل در بیروت، تهران و دمشق تا کجاست؟ جدیدترین حلقه از زنجیره حمله ها و ترورهای منتسب به اسرائیل، از ترور هنیه و فخریزاده تا خرابکاری و انفجار در تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. امشب تاکتیک های اسرائیل در عملیات از راه دور رو بررسی می‌کنیم. به تیتر اول ویژه امشب خوش اومد. وقت شما به خیر. موج جدید انفجار دستگاه‌های ارتباطی حزب الله در یک حمله پیچیده و بی‌سابقه، حزب الله امروز چهارشنبه با موجی از انفجارها در سراسر لبنان روبرو شد، جایی که این بار بی سیم‌های اعضای گروه در خانه‌ها، خودروها و حتی در دستاشون منفجر شدند. این حملات تنها یک روز بعد از انفجار مرگبار هزاران پیجر متعلق به حزب الله رخ داد، انفجاری که به اسرائیل نسبت داده شده و باعث کشته شدن 12 نفر و مجروح شدن بیش از 2800 نفر شده. یک جنگ الکترونیک تمام عیار علیه مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی. حسن نصرالله پیش از این قول انتقام داده بود. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده در انفجارهای امروز صدها نفر زخمی و تا این لحظه 9 نفر هم کشته شدند. تحقیقات اولیه نشون میده که دستگاه‌های ارتباطی حزب الله از قبل با مواد منفجره تجهیز شده بودند و با یک سیگنال از راه دور همزمان منفجر شدند. به نظر میرسه اسرائیل به نحوی به زنجیره تامین دستگاه‌های حزب الله نفوذ و دستگاه‌های جدیدی که به تازگی دریافت شده بودند رو دستکاری کردند. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای مرتبط با این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، اما طبق روال اول میریم به تل‌آویو، جایی که بابک اسحاقی اونجا و همچنان همراه میشیم با سمیرا قرایی همکارم از واشنگتن. بابک، هنوز انفجارهای دیروز هضم نشده، هنوز دقیقا نمیدونستیم چه ابعادی داره که انفجارهای امروز رخ داد و صدها زخمی به جای گذاشت. نیوش، اگر آنچه که دیروز اتفاق افتاد را در بسیاری از رسانه‌های جهان مانند فیلم‌های هالیوودی تصور کردند، امروز ما قسمت دوم این فیلم هالیوودی را شاهدش بودیم که بار دیگر انفجارهای مرموز و هماهنگی در بسیاری نقاط لبنان رخ داد. رسانه‌ها در لبنان همانطوری که گفتی تاکنون از 9 کشته و 300 زخمی نام بردن. در کنار اون بجز قسمت‌های جنوبی بیروت و برخی از مناطق لبنان، دقایقی پیش نشریه الحدث چاپ عربستان هم میگوید که همزمان با این انفجارها در مقر شبه نظامیان جمهوری اسلامی در موصل عراق هم انفجارهایی رخ داده. امروز ما شاهد این انفجارها ابتدا از یک مراسم تشییع جنازه بودیم که در اون به وضوح میتونستیم این انفجارها را ببینیم. پس از اون بود که خبرنگاران گزارش کردند که افرادی که در این تشییع جنازه حضور داشتن از حزب الله شروع به رها کردن هر چه که در دست داشتن و برقی بوده و بی سیم و تلفن کردن. در کنار اون جوانانی که از این تشییع جنازه بیرون می اومدن در حالی که سردرگم و عصبانی بودن به سمت نیروهای سازمان ملل که در منطقه حضور داشتن سنگ پرتاب کردن و حتی یکی از این اتومبیل ها را به آتش کشیدن. گزارش ها از هزاران انفجاری هستش که در عصر امروز رخ داده و هنوز معلوم نیست که دقیقاً
چند نفر کاملا زخمی شدن، چند نفر کشته شدن، بسیاری از خانه ها در آتش سوخته، بسیاری از اتومبیل ها، موتورهایی که موتورسیکلت هایی را دیدیم که آتش گرفتن. گالانت وزیر دفاع اسرائیل دقایقی پیش در پایگاه نیروی هوایی رامات داوید در شمال اسرائیل حضور پیدا کرد و در اونجا گفت که مرکز ثقل جنگ به شمال اسرائیل در حال تغییر هست و اسرائیل منابع و نیروها را به این منطقه میبره. او گفت ما در حال باز کردن مرحله جدیدی در جنگ هستیم. حزب الله لبنان هم واکنش نشان داده و گفته که این یک مرحله جدید هستش و ما پاسخ آن را خواهیم داد. تمیر، اونجا در پایتخت ایالات متحده چطور دارن به این ماجرای گسترده و عجیب و غریب نگاه میکنن؟ نیوشا، هنوز در رابطه با انفجارهای امروز، انفجارهای بیسیم، واکنش رسمی از سوی ایالات متحده نداشتیم، اما انفجارهای روز گذشته در کنفرانس خبری وزارت خارجه آقای میلر به این نکته اشاره کرد که ایالات متحده هیچ گونه اطلاعی از این عملیات نداشته و هیچ گونه دخالتی هم نداشته. اما داریم از سوی خبرگزاری آکسیوس میشنویم که به نقل از منابع آمریکایی از یک تماس تلفنی صحبت میکنند که چند دقیقه قبل از انفجار پیجرها، یعنی پیجرها ساعت 3:30 بعد از ظهر اگر منفجر شده باشن، چند دقیقه قبل از اون آقای گالانت تلفنی با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده صحبت کرده. ما از این تماس تلفنی اطلاعی نداشتیم. اون چیزی که از سوی پنتاگون اعلام شده بود یک تماس تلفنی تنها در روز یک شنبه بود. پس این تماس تلفنی انجام شده. آقای گالانت پای تلفن با آقای آستین گفته که ما داریم یک عملیات علیه حزب الله انجام میدیم و چیز بیشتری نگفته، جزئیات بیشتری نداده و ایالات متحده هم چندان متوجه جزئیات این عملیات یا اینکه انقدر قریب الوقوع در حد چند دقیقه بعد بخواد اتفاق بیفته نبوده. پس میشه این رو قلمداد کرد که ایالات متحده اطلاع قبلی داشته، اگرچه که به شکل رسمی این رو یک اطلاع دادن قبلی ایالات متحده محسوب نمیکنه. آقای بلینکن زمانی که این اتفاقات در ریل تایم داشت اتفاق میافتاد، در تلویزیون خودش در هواپیما به مقصد مصر در حرکت بود، به مقصد قاهره داشت این اتفاقات رو میدید و از هیچ جا خبر نداشت. یکی از نکات مهم دیگر خبری که باز منابع آمریکایی اشاره کردند، هم آلمانیتور راجبش داره صحبت میکنه و هم آکسیوس، این هست که اسرائیلی ها میترسیدند که این عملیات لو بره. بر اساس اون چیزی که آلمانیتور میگه، به نقل از دو منبع آمریکایی، دو مقام ارشد حزب الله شک کرده بودند به این پیجرها و اینکه شاید داستانی داشته باشن این پیجرها و اسرائیل تصمیم میگیره که دست به این عملیات بزنه. قرار بوده بر اساس اون چیزی که منابع آمریکایی میگن این عملیات رو نگه داره وقتی که یک جنگ گسترده با حزب الله رو آغاز کرد، بعد به عنوان یک تاکتیکی برای فلج کردن حزب الله ازش استفاده بکنه. اما از بیم اینکه این عملیات بخواد لو بره، تصمیم میگیره روز سه‌شنبه دست به این عملیات بزنه. مقام آمریکایی گفته که برای اسرائیل لحظه یا الان ازش استفاده کن یا به کل فراموشش کن بوده. اینها خبرهایی است که داریم. داستان بیسیم ها مدام داره در رسانه‌های آمریکایی به روز رسانی میشه. هنوز واکنش رسمی رو نداریم. بعد ببینیم که روز دوم این اتفاقات از ایالات متحده چه رخ خواهد داد. روز یکشنبه دوشنبه نیوشا، وزیر دفاع ایالات متحده به اسرائیل سفر خواهد کرد. سمیرا قره‌ای همکارم از واشنگتن و بابک اسحاقی دیگر همکارم از تل‌آویو که هر دو با تازه‌ترین‌ها با ما بودن، ازتون ممنونم. اما هنوز 24 ساعت از انفجار گسترده پیجرها در دست و جیب عوامل حزب الله نگذشته که موج تازه‌ای از حملات به بیسیم دستی نیروهای حسن نصرالله آغاز شده. پیجرها و بیسیم‌های حزب الله چگونه منفجر شدند؟ اسرائیل چطور تا پیجر شخصی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و پسر نماینده مجلس حزب الله نفوذ کرد؟ امشب در زیر ذره‌بین می‌پرسیم عمق نفوذ الکترونیکی اسرائیل در میان مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی چقدره؟ انفجار دستگاه‌های ارتباطی حزب الله در زیر ذره بین امشب. این مدل یکی از 5000 پیجریه که در دست یا توی جیب نیروهای حزب الله منفجر شده. AR-924 پیجر یه دستگاه قابل حمله که از اون برای دریافت پیام با کمک امواج رادیویی استفاده میشه. طبق اطلاعات شرکت سازنده، باتری این پیجرها لیتیومی و قابل شارژ و طول عمری معادل 85 روز دارن.
یکی از دلایلی که نیروهای حزب الله از این پیجرها استفاده می‌کنند از ترس کنترل الکترونیکی شدید اسرائیل روی شبکه‌های تلفن همراه در لبنان. حزب الله محرمانه بودن رو یکی از ارکان استراتژی نظامی خودش کرده و از دستگاه‌های پیشرفته برای جلوگیری از نفوذ جاسوس افسارهای اسرائیلی و آمریکایی خودداری می‌کنه و این حمله نشونه ای از مقیاس عظیم دسترسی و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در منطقه است. برای مثال آژانس امنیت اسرائیل یا شیمبت، بمب‌ساز ارشد حماس و فرمانده گردان کرانه باختری در گردان‌های عزت‌الدین قسام رو با کارگزاری ماده منفجره RDX در تلفن همراهش از بین برد. رسانه‌های آمریکایی میگن این حمله عملیات مشترکی بین سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، موساد و ارتش اسرائیل بوده. اسرائیل رسماً مسئولیت حمله رو نپذیرفته. ساعت 3:30 ظهر دیروز به وقت بیروت در حمله‌ای تقریباً همزمان در بازه یک ساعته و گستره‌ای نسبتاً وسیع حدود 5000 پیجر عوامل حزب الله منفجر شدند. گفته میشه صاحب این پیجرها عمدتاً نیروهای حزب الله هستند. این نقشه مناطقی رو که پیجرها در اون منفجر شدن رو نشون میده، از بیروت تا سیدون در لبنان تا دمشق در سوریه. بنا به گفته وزیر بهداشت لبنان فقط 2700 نفر در این کشور مجروح شدند که حال 300 نفر از اونها هم وخیم گزارش شده. آمار کشته ها بنا بر این گزارش 12 نفره. دیروز هم حزب الله نام 12 نفر از اعضاشو که کشته شدن منتشر کرد. اینکه آیا همه اونها در حمله به پیجرها کشته شدن مشخص نیست. نحن حصيله الشهداء حتى اليوم. تا به این لحظه تعداد شهدا به 12 نفر رسیده، از جمله یک دختر 5 ساله، یک پسر 11 ساله و دو امدادگر. این به غیر از 7 نفریه که در سوریه و در منطقه زینبیه کشته شدن. منطقه زینبیه در 15 دقیقه سفارت جمهوری اسلامی در سوریه است، همون جایی که هدف حمله موشکی اسرائیل هم قرار گرفت. اما این پیجرها چطور منفجر شدن؟ برخی کارشناسای نظامی معتقدند که توی این پیجرها احتمالاً بین 10 تا 20 گرم مواد منفجر کار گذاشته شده. این مواد میتونستن درون یک قطعه الکترونیکی جعلی پنهان شده باشن. برنامه‌ریزی به صورتی بوده که پیجرها چند ثانیه قبل از انفجار بوق بزنن و با ارسال یک سیگنال منفجر شدن. یکی از نکات مهم حمله این بوده که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل قصد داشتن پیجرها رو به عنوان ضربه آغازین در یک جنگ تمام عیار علیه حزب الله منفجر کنند. اما زمانی که یکی از اعضای حزب الله به دستگاه‌ها مشکوک شده، اسرائیل تصمیم به انفجار اونها گرفته. شرکت گلداپولو گفته پیجرهایی که به حزب الله فروخته شدن توسط شرکت بک کانسالتینگ که در پایتخت مجارستان مستقر تولید شدن. ما رئیس شرکت بک رو در لینکدین پیدا کردیم، خانمی به نام کریستینا بارسونی. با رهگیری عکس‌های مرتبط احتمال اینکه عکس جعلی باشه زیاده. شرکتی که سال 2022 یعنی 2 سال پیش ثبت شده و شاید بشه این احتمال رو در نظر گرفت که شرکت اصلا برای تدارک همین حمله تأسیس شده باشه. همین دقایق پیش ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در بیانیه اعلام کرد که پیجرها هیچ وقت در مجارستان نبودن. این کمپانی 3 سال با ما همکاری داشت، نماینده محصولات ما بوده. اونا همچنین میخواستن پیجر تولید کنن و خواستار استفاده از برند ما شدن، منتها محصول رو خودشون ساختن. حزب الله اعلام کرده که حسن نصرالله در این حملات آسیبی ندیده و با توجه به تعجیل در حمله معلوم نیست اسرائیل فرد خاصی رو هدف گرفته باشه. اما پسر و دختر دو نماینده حزب الله در مجلس لبنان هم در این حمله کشته شدند. این بار هم افراد حکومت جمهوری اسلامی از این حملات در امان نموندن و پیجر شخصی مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت هم منفجر شد و طبق گزارش ها هنوز تحت درمانه. فرزه ندیمی تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای ندیمی، دیروز که صحبت میکردیم هنوز اطلاعات جدید منتشر نشده بود، ابعادش کمی محدودتر و ناشناخته تر از الان بود. الان میدونیم که داریم از یک عملیات بسیار پیچیده صحبت میکنیم. بله، کاملا درسته، یک عملیات بسیار پیچیده و خیلی جالب از طرف به نظر میرسه اسرائیل که با ایجاد یک شرکت سوری
امتیاز ساخت این پیجرها رو از سازنده اصلی در تایوان گرفته و اونها رو با اون مشخصات مورد نظر خودش تولید کرده. این مشخصات همونطور که شما هم اشاره کردین و در گزارش‌های مختلفی هم می‌بینیم یک مقدار خیلی ناچیزی مواد مفجره است، ولی مواد مفجره از نوع بسیار پیشرفته که قدرت قابل توجهی داره با توجه به وزنش و باعث شده که جراحه خیلی شدیدی به افرادی که حامل این کار بودن وارد بشه. بنابراین نکات جالب در این زمینه همین روند این ساخت این پیجرها هستش، ولی نکته جالب این هستش که چطور این پیجرها به دست حزب الله رسیده، چطور ماموران خرید حزب الله این به اصطلاح سپلای چین رو انتخاب کردن و شرکت سازنده تایوانی باید تا چقدر نقش داشته در انتخاب نماینده خودش. این همه نکات جالبی هستن. آیا ایران در اینجا نقشی داشته؟ برای ایران هم من فکر میکنم شرکت مثل ایران سازنده تجهیزات مخابراتی بودن در گذشته و میشه انتظار داشت که دستی هم در ساخت پیجر داشته باشن و باید دید که ایران چه نقشی میتونسته در به وجود آوردن اون نتورکی که بکبون این پیجر ها بوده و نگهداری از اونها و امنیت سایبری اونها داشته. آقای ندیمی، امروز این دستگاه‌های بی سیمشون هم منفجر شده، یه خورده سوالات رو بیشتر می‌کنه، اینکه آیا همه اینها از یک جا تهیه شده بودن، چطور به صورت همزمان هم در اونها هم در این دستگاه‌ها بوده و این دستگاه‌ها همچنان کار می‌کردن با وجود مواد منفجره‌ای که توشون بوده و چک‌های امنیتی به چه شکل گذرونده شده که همچنان اون مواد منفجره در اینها بوده؟ بله، این نکته خیلی جالبیه که این مواد منفجره از چه نوعی بودن که احتمال کشفشون وجود داشته. دستگاه اکس‌ری و کشف کننده مواد منفجره، سگ‌های موادی، من فکر می‌کنم نمی‌دونم حزب‌الله از این سگ‌ها استفاده می‌کنه یا نه، ولی به هر حال بوی مواد منفجره رو باید این سگ‌ها بتونن کشف کنن. اگر از فرودگاه رد بشه دستگاه باید رد بشه. بنابراین مواد منفجره حتی پیشرفته متعارف رو شاید بشه کنار گذاشت، مثل RDX، مثل C4 و سنتکس که اینا بسیار کارآمد هستن در اینجور موارد برای حجم کم، ولی قابل شناسایی به وسیله سیستم های پیشرفته هستن. یعنی آیا حزب الله تمام سیستم های مراقبتی رو بایپاس کرده تا این پیجر ها رو به دست افراد خودش برسونه؟ این احتمال وجود داره و در چه کیفیتی بشه دلیل این کار کرده؟ اینا همه نکات خیلی جالبی هست که باید فکر میکنم حزب الله در درجه اول به اعضای خودش توضیح بده که چطور شده که این پیجرها این شکل به دست اون رسید اگه مواد منفجره بودن. مسئله انفجار باتری لیتیومی به نظر من خیلی هنوز نمیتونه جدی باشه، به خاطر اینکه باتری لیتیومی در این نوع پیجرها پیجرهایی هستن که باتری های قلمی میخوره و باتری قلمی میتونه از نوع لیتیومی باشه، میتونه NIH باشه، میتونه آلکالاین باشه. این بستگی به کاربرد داره که چه باتری اون جا بندازه. در مورد بیسیم ها من فکر میکنم شاید منظور از بیسیم همین پیجرهای صوتی باشه که شباهت ظاهری زیادی به بیسیم ها دارن. اونا هم به خاطر اینکه به هر حال پیچیده تر هستن از پیجرهای معمولی و کنترلهای الکترونیکی دارن، به خاطر اینکه باتریهای لیتیومی اختصاصی دارن، اونها احتمال نفوذ کردن به وسیله نتورک به اونها و از کار اوورهیت کردن باتری خیلی بیشتر هست. ممکن هستش که در اون بیسیم ها یا اون پیجرهای صوتی مسئله انفجار باتری رو بشه بیشتر توجه کرد، ولی در مجموع مقدار کمی مواد منفجره میتونه باعث بروز چنین جراحت هایی بشه، به خصوص اگر باعث انفجار باتری لیتیومی خود دستگاه هم باشه. سپاسگزارم از شما و توضیحاتتون. همزمان با صحبت‌های شما داشتیم تصاویر زنده هم می‌دیدیم از مراکز درمانی، مرکز بیمارستانی آمریکایی‌ها در بیروت که می‌دیدیم ازدحام جمعیت همونجا هست. سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند.
اما عملیات انفجار همزمان پیجرهای اعضای حزب الله در لبنان ابعاد دیگری از گستردگی فعالیت و نفوذ تعداد اعضا و عضوگیری نیروهای این گروه شبه نظامی وابسته به تهران را آشکار کرده. در بیشتر ویدیوهای منتشر شده در این اتفاق بسیاری از اونها در حال انجام امور روزمره خودشون بودند. در همین رابطه همراه شما محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار که از پاریس با ما همراه شدن. آقای اکبرین، اعضای حزب الله خب میتونن گسترده باشن، یک حزب سیاسی هم هست، اما مشخصا اونهایی که پیجر داشتن به نظر میرسه اعضای فعال و عمدتا حالا شاید هم بشه گفت نظامی بودن. چی میدونیم از فعالیت های اونها؟ چقدر ناشناختن؟ چقدر حرکاتشون در پوشش انجام میشه؟ وقتتون بخیر. ببینید، اول من این نکته رو بگم که وقتی کمتر از نیم قرن برای یک مجموعه ای هزینه معنوی و مادی میشه، طبیعی است که اونا نیروهایی بر حال وفادار و پیرو تربیت میشن، مگر اینکه این هزینه مادی و معنوی تعطیل بشه و کم بشه. در این کمتر از نیم قرن گذشته به اندازه عمر جمهوری اسلامی، از روز اولی که امکانات دست این حکومت رسید، طبیعتاً به نیروهای لبنانی کمک کردن تا بعداً که حزب الله لبنان مشخصاً تأسیس شد و منشعب شد. از اون زمان به بعد همینطور این نیروها حقوق ماهانه می گرفتند. ببینید، یه تحقیقی که مال کمتر از 15 سال پیشه نشان میده که نیروهای حزب الله که نیروهای فعال هستند، از به لحاظ مراتبشون حداقل از 500 دلار شروع میشه. ببینید، این مال حدود 15 سال پیشه، طبیعتاً این رقم ها تغییر کرده. اون زمان میگفتن که مبلغش اینه. حسن نصرالله گفته بود که این مبلغ تمامش از جمهوری اسلامی میاد. بعد که اعتراض ها زیاد شد، گفتن که آستان قدس رضوی کمک میکنه و مثلا در بخشی از اینها و فقط دولت جمهوری اسلامی. خب حالا شما نگاه کنید، 45,000 نفر آماری است که درباره جنگجوهای حزب الله میدن. یه چیزی حدود 5,000 نفر نیروهای فعال روزمره شونه. منتها در گذشته این نیروها چگونه شناسایی میشدن؟ اینجوری بوده که مثلا اگر در زاهیه جنوبی، حومه جنوبی بیروت دیده میشد که خانواده ها، افراد، مردان عموماً، کسانی که سر کار نمیرن، از 7 صبح قهوه خونه ها با سرو قلیان و غیره باز بود و اینا از 7 صبح میرفتن اونجا تا شب، بعد تخته بازی میکردن، کارهای مختلف میکردن. اینها معروف بود تو زاهیه جنوبی که اینا نیروهای حزب الله هستند. مثل ارتش عمل میکنن، ارتش که هر روز نمیجنگه که، ارتش نیروی رو سیف میکنه برای روزی که مثلا نیاز بشه به این نیرو. حالا مشکلی هم نبود که بفهمن، چون زاهیه جنوبی در لبنان، در بیروت، جای بسته ایه، یعنی در حصار امنیتیه، برای همین بسیار رفت و آمداش زیر نظره. و من یادم میاد که اگر در یه جای مشخصی، مثلا یه روزی تلفنم زنگ زده بود و من وایساده بودم که صحبت بکنم، نمیخواستم راه برم، اومدن من تذکر دادن که اینجا وای نستا و حرکت کن، با اینکه جای خیلی ویژه‌ای هم نبود. یعنی حومه جنوبی کلن این شکلی بوده، حتی برای خبرنگاران، چون من به عنوان خبرنگار بود. بنابراین این که در داخل زاهیه نیروها، مردم بدونن تقریبا کیا نیروهای حزب الله، خیلی خطر اونا رو تهدید نمی‌کنه. اتفاقی که الان افتاده اینه که به خاطر انفجار پیجرها، دامنه این نیروها مشخص شده. یعنی دیگه حالا تقریبا همه میدونن، همه بیمارستان ها میدونن که چه نیروهایی در این ماجرا معلوم شد که نیروی حزب الله بودن. و حتی در بیمارستان ها، ببینید این پزشکی که الان اعلام شده، محمد نورالدین در مستشفى رسول، که مثلا پزشک بوده و پیجر داشته و مثلا میگن پزشکان هم اینجا آسیب دیدن، حتی حزب الله امروز شما سایت المنار رو که نگاه کنید، سایت رسمی حزب الله رو، مقاومت رو، اونجا تسلیت گفته شهادت او رو. یعنی او هم معلوم میشه که حتی پزشکان و نیروها هم اینا نیروهای حزب الله.
آقای اکبرین، حرف از وفاداری نیروهای حزب الله زدیم، یک بخشش حرف از تامین مالیشون زدیم، ولی یک بخش هم حالا دیگه پای جانشون بیش از پیش در میونه. چقدر این ضربه برای حزب الله کاری بود؟ چقدر علاوه بر این کشدار و زمینگیر شدن و زخمی شدن، باید نگران ریزش نیروهاش هم باشه حزب الله؟ اون جنبه معنویش البته مهمه تا زمانی که روحیه‌شون رو حفظ کنن. ببینید وقتی میگم جنبه معنوی، وقتی محمود احمدی نژاد اومد، اولین کتابی که درباره احمدی نژاد نوشته شد و منتشر شد که او علامت ظهور امام دوازدهمه در میان حزب الله لبنان، یعنی قبل از اینکه کتاب معجزه 1003 در ایران منتشر بشه، اونجا این کتاب منتشر شد به زبان عربی. یا مثلا دائما توی رسانه‌هاشون اخبار این که مثلا علی خامنه‌ای رفته جمکران، امام زمان به او این رو گفته و او خبری از امام زمان به نصرالله رسونده، این چیزایی که شاید عجیب هم باشه برای مخاطب، ولی اونجا خیلی رایجه، به اینها روحیه میده. پس به لحاظ معنوی روحیه دارد، به لحاظ مادی هم آب حال تأمین شده. اما این اتفاقی که افتاد سه تا ضربه مهم زد: یک ضربه امنیتی، یعنی نیروهاشون شناسایی شدن، بعد ضربه روانی، به شدت تحقیر شدن و روحیهشون تضعیف شده، و بعد نیروی انسانی که هزاران نفر که حالا میگن عددش از 4000 هم گذشته، و من با همکارم که صحبت میکردم در لبنان میگفت عدد خیلی بیشتر از 4000 تاست. خب اینجا نیروی انسانیش هم از دست داده، و اگر جنگی در پیش باشه، حالا نصرالله فردا بعد از ظهر صحبت میکنه، باید ببینیم چه موضعی میگیرن، ولی اگه جنگی در پیش باشه باید ببینه که با چه نیرویی میخواد پیش بره. در مجموع این ماجرا به شدت نیروش رو تضعیف کرد. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس، سپاسگزارم از شما اکبرین. عملیات انفجار پیجرها تنها چند ساعت پس از اعلام اسرائیل مبنی بر گسترش اهداف جنگیش در مرز لبنان انجام شد. پافشاری دولت نتانیاهو بر گسترش جنگ در مرزهای شمالی و تضعیف نیروهای حزب الله در این انفجارها، گمانه‌زنی‌ها از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه را افزایش داده. ارتش اسرائیل هم از وضعیت آماده باش حداکثری خودش خبر داده. در همین رابطه حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، با ما همراه میشن. آقای همین دقایقی پیش وزیر دفاع اسرائیل هم گفت که داریم مرکز استقرار رو میاریم به سمت لبنان. باید منتظر چه بود؟ اینکه اسرائیل در همین حالتی که حزب الله در یکی از ضعیف‌ترین حالت‌هاشه بهش حمله کنه، یا منتظر میمونه که حزب الله بخواد پاسخی احتمالی بده؟ ببینید، به رغم این تحولات خطرناک، به نظر من اسرائیل هنوز هم ترجیحش ورود به جنگ تمام عیار به شکل حملات هوایی و زمینی به خاک لبنان علیه حزب الله نیست به صورت اصولی. اما این به این معنا نیستش که اسرائیل برای جنگ تمام آماده نیست. اتفاقا اتفاقاتی که رخ داده این احتمالاً این جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه، مگر اینکه حزب الله در نتیجه تهدید و فشار آمریکا و اسرائیل عقب نشینی بکنه، که این خیلی محتمل به نظر نمیرسه. ولی اتفاقی که افتاده، یعنی همین جنگ الکترونیکی که الان اسرائیل راه انداخته، میتونه یک نقطه عطفی باشه در نبرد اسرائیل و حزب الله، یک علامتی باشه از احتمال تغییر استراتژی اسرائیل از ادامه نبردها زیر آستانه جنگ تمام عیار به سمت ایجاد یک واقعیت جدید امنیتی در جبهه شمال، اتفاقا از طریق جنگ فراگیرتر. ببینید، دقت بکنید که اسرائیل الان هم دعواد فیزیکی در چارچوب جنگ متعارف درگیره با حزب الله. جنگ بود فیزیکی هم یعنی همین بمباران هایی که گاه به گاه میکنه اسرائیل، حملات با جنگنده ها، حملات با پهپاد ها، کلا اون تبادل آتش مرزی بین اسرائیل و حزب الله. اسرائیل هم در بعد ادراکی و روانی در چارچوب جنگ نامتقارن با حزب الله درگیر هست، و هم در بعد جنگ تکنولوژیک، یعنی در بعد تکنولوژیک و فناوری در چارچوب جنگ‌های هیبریدی ترکیبی، همین جنگ الینت، جنگ الکترونیک و سیگینت، جنگ‌های اطلاعات سیگنالی، و داره نشون میده اسرائیل که اگرچه در واقعیت همین الان در یک وضعیت جنگ تمام عیار با حزب الله قرار نداره، ولی به اندازه یک جنگ تمام عیار میتونه اسرائیل به حزب الله ضربه بزنه، و دقیقا این کارو میکنه. ادامه وضع موجود به همین شکل، یعنی بخواد اسرائیل تبادل آتش بکنه، دائما اسرائیل بزنه حزب الله جواب بده، حزب الله بزنه اسرائیل جواب بده، این دوام پذیر نیست. اسرائیل نیاز داره نقطه عطفی ایجاد بکنه در جبهه شمال، و این نقطه عطف احتمالا از طریق جنگ تمام عیار است، ولی هنوز به 100% مشخص نیست. همین الان گزارش ها که از اینه که در بعلبک لبنان هم صدای انفجار شنیده شده. آقای فکر میکنین واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ فکر میکنین واکنش نظامی اصلا بخواد نشون بده؟
ببینید، من اینو بارها در همین برنامه تیتر اولام گفتم، هر چقدر جمهوری اسلامی بره عقب، اسرائیل جلوتر خواهد اومد. این تئوری زنجیره واکنش هست و اسرائیل به همین جا هم اتفاق نخواهد کرد. و من حتی این احتمال 100% رد نمی‌کنم که ممکنه اتفاق شبیه این چیزا در خب جای دیگه از منطقه، حتی در ایران ممکنه اگر الزامات امنیتی اسرائیل ایجاب بکنه شکل بگیره و توپ در زمین جمهوری اسلامی است. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی الان در موقعیتی باشه که بخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، چون به حال آمریکا هم در منطقه حضور داره. ولی نکته که وجود داره در بعد تاکتیکی این هستش که اسرائیل الان فعلا داره سیگنال میده که بدون ورود به جنگ تمام عیار میتونه ضربات زیادی به حزب الله بزنه. خلق میاتش داره میکنه اسرائیل در بعد ادراکی و روانی، یعنی خلق آشوب و شورش نه فقط در بین نیروهای حزب الله بلکه در بین مردم لبنان. ترس از استفاده از وسایل ارتباط جمعی اینا هراس و ترس ایجاد میکنه، برای اینکه نارضایتی مردم لبنان از حزب الله بیشتر بشه و حزب الله در نتیجه این فشار ادراکی و روانی به نوعی باز داشته بشه از ورود به جنگ تمام عیار با اسرائیل، که در نتیجه میتونه اسرائیل به هدفش برسه. ولی در تحلیل نهایی به نظر من فعلا جمهوری اسلامی در موقعیتی نیستش، اگرم بخوان واکنش متناسب نشون بدن جنگ بزرگی در منطقه ده خواهد گرفت که ممکنه خواسته اسرائیل هم باشه. حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، ممنونم ازتون. انفجار دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب الله و واکنش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو هم به دنبال داشته و به افزایش نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در منطقه دامن زده. در حالی که جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول حمله به لبنان خونده، حزب الله لبنان هم وعده داده که اسرائیل رو مجازاتی سخت خواهد کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله هم قرار عصر پنجشنبه در این رابطه سخنرانی کنه. همزمان دیگر نیابتی‌های تهران از انصار الله یمن تا حماس و گروه‌های عراقی شیعه وابسته به سپاه پاسداران هم با محکوم کردن اسرائیل برای اعزام نیرو و کمک به حزب الله اعلام آمادگی کردند. در همین رابطه ترسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه میشه. ترسکی، واکنش نیروهای نیابتی دیگر جمهوری اسلامی رو چطور دیدی؟ حالا هرچند که اذعان نمی‌کنن، اما میشه حد زد که اونها هم باید نگران باشن و شاید یک پارانوای وسیعی هم در بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی باشه. دقیقاً در همون خب لحظات اول پیشبینی میشد بعد از این اتفاقی که افتاد، مثل همیشه گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، حالا هر جایی که هستند، همونطور که شما گفتید از انصار الله گرفته تا باقی گروه‌ها بیان محکوم بکنند. همین رو اتفاقاً در عراق دیدیم، از کتایب حزب الله عراق گرفته تا نجبا، حتی بسیاری از نمایندگان این گروه‌ها که در پارلمان هستند به طور شخصی بیانیه دادند، تهدید کردند و محکوم کردند حملات این حمله اسرائیل رو. آمریکایی ها رو هم مجددا تهدید کردند. اما اینجا برخی از ناظران در عراق یک انتقادهایی به دولت عراق داشتند که این هم جالبه که بهش اشاره بکنیم، اینکه دقیقاً اینطور توصیف کردن، یک تصمیم عجولانه ای گرفت دولت عراق و بیانیه‌ای که صادر کرد در واقع جدا بود از متمایز بود با بیانیه‌هایی که در از قبل صادر می‌کرد و رسما وارد صفوف این گروه ها شد، هرچند که امروز اعلام شده که کمک هایی رو دولت عراق به لبنان فرستاده. منتها این انتقاد هایی که به دولت عراق شده اینه که نوع بیانیش بلافاصله پس از این گروه ها در واقع در قالب حمایت از حزب الله لبنان رفته، از این زاویه که بیشتر زخمی ها شبه نظامیان حزب الله هستند. اما اجازه بدید یک نکته مهم رو اینجا اشاره بکنم، اینکه بیانیه از سمت رهبر جریان سلج، مقتدی سلج، کمتر از یک ساعت پیش منتشر شده، قرار بود 27 این ماه یعنی هفته آینده یک تجمع میلیونی برگزار بکنند. هرچند که مواضع صدر رو ما میدونیم در چند سال گذشته نمیشه در صفوف این گروه ها توصیفش کرد یا جای داد، اما خب این که لغو کرده این اعتراضات رو و در کنار اون ما داریم یک نشانه هایی، تحلیل هایی از ناظران عراقی در رسانه های مختلف میبینیم، نشون داده که گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق بسیار نگران هستن از تکرار این حادثه و به نظر میرسه که اونها کم عقب نشینی بکنند از مواضع سفت و سخت خودشون، به این دلیل که شاید احتمال این میدن که این تجهیزاتی که استفاده میکنن مجددا اونها هم دچار همین حمله ها بشن و خسارتی برای اونها داشته باشه. در واقع ترسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس، ممنونم ازت.
خبرگزاری‌های داخلی ایران میگن امروز تعدادی از مصدومان حادثه دیروز در لبنان توسط هلال احمر برای انجام درمان به ایران منتقل شدند. همچنین تیم‌های امدادی و جراحان چشم هلال احمر ایران با حضور پیرحسین کلیوند رئیس این سازمان به لبنان سفر کردند. جمهوری اسلامی هم به انفجار پیجرهای حزب الله در لبنان واکنش نشون داده و اون رو به شدت محکوم کرده. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی اسرائیل رو مسئول حمله به لبنان خواندند. سپاه پاسداران هم خبرها درباره کشته شدن نیروهای این گروه در انفجارهای لبنان رو تکذیب کرده. در همین رابطه احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه میشه. آقای مهرابی چیه نظرتون راجع به لحنی که جمهوری اسلامی داره، واکنشی که مقامات رسمی دارن نشون میدن؟ به هر حال مهمترین نیروی نیابتیش هدف حمله گسترده قرار گرفته. از سوی مقامات جمهوری اسلامی شاید خرسند هستن که این انفجار پیجرها و بی سیم ها به نوعی مربوط به ایران نبوده، چون اگر این بحث اولیه که مطرح شد بخشی از اونها مربوط به ایران بوده یا اینکه با مشاوره شرکت ایرانسل خریداری شده درست در می اومد، یک به نوعی آبروریزی بزرگتری برای جمهوری اسلامی بود و موضوع نفوذ دوباره به صورت جدیتر مطرح می شد. اما الان به نوعی جمهوری اسلامی خرسنده که از این مرحله عبور کرده. اما علاوه بر آسیب دیدن نیروهای حزب الله، موضوع آسیب دیدن سفیر ایران هم مطرح هست که رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن اون رو کم رنگ بکنن، چون از جهت این موضوع خیلی مهم هست و اگر بخوایم به لحاظ تاریخی مقایسه کنیم، مثلا قابل مقایسه هست با انفجاری که در دهه 60 رخ داد و علی اکبر محتشمی پور سفیر جمهوری اسلامی در سوریه مصدوم شد و جمهوری اسلامی اون حمله به خاک اسرائیل رو به نوعی مجوزش را کشتش حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی میدونست. اما الان که سفیر جمهوری اسلامی آسیب دیده، سعی میشه که این موضوع به نوعی تقلیل داده بشه و جهتی مشخص نیست که چرا سفیر جمهوری اسلامی از پیجری استفاده میکنه که در واقع جدیداً خریداری شده و مقامات جمهوری اسلامی در این باره هم اظهار نظر نکردن. اما در مجموع خود مقامات به نوعی میشه گفت که مانند خود حزب الله لبنان هنوز گیج هستن و درباره اینکه چه استراتژی و چه برنامه‌ای داشته باشن فعلا هیچ برنامه‌ای ندارن و تنها بحث‌های محکوم کردن و تبلیغاتی بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما. به دنبال انفجار همزمان صدها دستگاه ارتباطی حزب الله، این گروه دولت لبنان و جمهوری اسلامی اسرائیل رو متهم به دست داشتن در این حمله کردن. اسرائیل درباره انفجار پیجرها اظهار نظری نکرده، اما این اولین حادثه از این دست نیست. اسرائیل سابقه طولانی در ترورها و عملیات نظامی پیچیده از راه دور داره. اسرائیل در سالهای گذشته برای انجام عملیات از راه دور از روش‌های مختلفی استفاده کرده، از حمله‌های پیچیده سایبری تا استفاده از مسلسل‌های کنترل از راه دور برای شلیک از خودروی در حال حرکت و استفاده از پهپادهای انتحاری تا انفجار در تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای. اما به ندرت پیش میاد که اسرائیل مسئولیت همچین حمله‌هایی رو به عهده بگیره. چند سال برگردیم به عقب، انفجار آبان 86 در پارچین از اتفاقهایی بود که به اسرائیل نسبت داده شد. خبرگزاری فارس ادعا کرد محل انفجار ربطی به تأسیسات نظامی پارچین نداشته و آتش سوزی در انبار ضایعات اتفاق افتاده و شماری هم مجروح به جا گذاشته. در سال 89 ویروس استاکسنس تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار داد. بر اثر نفوذ این ویروس که گفته میشه ساخت آمریکا و اسرائیل، سانتریفیوژهای زیادی تخریب شدند. ما روندمون رو با یه تیم داخلی خودمون ادامه دادیم، یه تیم مثلا فرض کنید در بیشترین تعداد ممکن 7-8 نفر تقریبا. راه‌های مختلفی مطرح شد، بیایم خب رو سیستم عاملی حرکت‌های انجام بدیم، روی اینورترمون عملیات بکنیم، پی ال سی هامون رو یک کاری انجام بدیم. در آبان سال 90 و در پی انفجار زاغه مهمات سپاه در بیدگنه ملارد، دست کم 17 نفر از اعضای سپاه از جمله حسن تهرانی مقدم از مهره‌های کلیدی برنامه موشکی جمهوری اسلامی کشته شدند. در خرداد و تیر سال 99 مجموعه ای از انفجارها و آتش سوزی ها در تأسیسات هسته‌ای همچنین در نیروگاه ها و پالایشگاه اتفاق افتاد که بسیاری از اونها
به اسرائیل نسبت داده شد. ترور محسن فخری زاده از مهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای در منطقه آبسرد تهران در آذر 99 هم از مواردیه که به اسرائیل نسبت داده شده. در سالهای 99 و 1400 دو حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز اتفاق افتاد که اون هم به اسرائیل نسبت داده شده. بر اساس گزارش‌ها خسارت این انفجارها به برنامه هسته‌ای بیش از چیزی بوده که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند. بامداد دهم مرداد امسال اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در یک حمله منتسب به اسرائیل به محل اقامتش کشته شد. اما در همین رابطه همراه شما مهدی سالیم‌فر روزنامه‌نگار علم تکنولوژیک از رجاینای کانادا با ما همراه شدن. آقای سالیم‌فر، روشیه که کمترین خسارت رو برای نیروی انسانی به همراه داره و بیشترین اثرگذاری رو داره، چطور اسرائیل بهره میبره از تکنولوژی برای انجام چنین فعالیت‌هایی؟ بله، ما می‌بینیم که پی در پی نه فقط در همین دوران دیجیتال، بلکه در طول تاریخ تأسیس اسرائیل از 1948 به بعد همه عملیات هایی که اینها انجام میدن بخش مهمی از اون تکنولوژی های روز و در اون زمان داره استفاده میشه. اصولا اسرائیل برتری نسبی داشته در زمین شناخت و استفاده از فناوری های روز. در همین مسئله هم ما میبینیم که این ترکیب استفاده میشه، یعنی در یک بخش کار خب اون در حقیقت عملیات ویژه‌ای هست که این مواد رو کار می‌ذاره، و اما دو تا حوزه فناوری داره، یعنی اون طراحی اون مجموعه که منجر به اون پیغام در داخل پیجر میشه که این دو تا فعالیت در خود دستگاه پیجر انجام شده، و بعد اون تسلط بر شبکه که اون شبکه ارتباطی هست اون پیغام سیگنال انفجار رو میده. اینها نشون میده که برای اسرائیل همیشه دست بالا رو داشته در زمین فناوری. وقتی نگاه میکنیم به تاریخ این کشور میبینیم که جایگاه ویژه‌ای داشته علم و فناوری در اون سال هاست که شاید میشه گفت بیش از دو دهه هست که مقامات جمهوری اسلامی مثلا آرزو دارن که این مقدار سرمایه گذاریشون روی علم و پژوهش رو به رقم قابل توجه حدود 3 یا 4% تولید ناخالص داخلی برسونن، در حالی که اسرائیل با چیزی حدود 5-6% در تمام دو دهه گذشته بالاترین سرمایه گذاری روی علم و تکنولوژی داشته، با وجود جمعیت کمی که داره نسبت مشارکتش در توسعه علم و فناوری در دنیا. البته خب بخشی از اون از رانت این بهره‌مند هست که یهودیانی که مهاجرت کردن به اسرائیل به خصوص از آلمان اومدن و در اونجا با به هر حال آموزش و پرورش و سنت آلمانی اومدن و زیر ساختهای علم و تکنولوژی در اسرائیل رو پایه‌گذاری کردن. میدونیم که اولین ریاست جمهوری اسرائیل به آلبرت اینشتین پیشنهاد شد. اینها همه جایگاه علم و فناوری رو در ساختار توسعه این کشور در تاریخ نشون میده، و خب ما میبینیم که در زمینه دیجیتال، در زمینه پهپاد، در زمینه‌های مختلف کشاورزی، آب و نکات مختلف می‌بینیم که این کشور برنامه‌های فضایی داره در حقیقت جایگاه خودش رو در جایگاه‌های هلوش 10 تا 15 دنیا تثبیت می‌کنه، به خصوص در سرمایه‌گذاری در علم و دانش که همونطور که عرض کردم جایگاه اول رو داره در دنیا. سپاسگزارم از شما مهدی سالیم‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از کانادا. اما در خبر دیگه، دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش گزارشش درباره رابرت مالی رو به کنگره تحویل داد. این گزارش درباره عملکرد این وزارتخونه درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. مستقیم بریم به کنگره آمریکا و تازه ها رو از آرش علایی بشنویم. آرش، ببین، جلسه‌ای بود که پشت درهای بسته برگزار شد. نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا این جلسه فقط و فقط زیر فشار شدید کنگره برگزار کردند و به خاطر درخواست مستقیم سناتورهای مخصوصا جمهوری خواه بود. پس از اینکه شنیدیم ما بیش از یک سال پیش که آقای رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران ناگهان مجوزهای امنیتیش لغو شد بدون اینکه هیچ توضیحی بدهد وزارت خارجه آمریکا، و این گزارش هم گزارشی نیست که بازرس کل در مورد دلایل اینکه آقای رابرت مالی این مجوزهای امنیتیش لغو شده باشه صحبت کرده باشه. این گزارش تنها میپردازد به مسائل امنیتی و مسائل اداری و بوروکراتیک، مشکلات بوروکراتیک که بعد از اینکه ایشون مجوزهای امنیتیش لغو شد، و گزارش نشان میدهد حاکی از این است که وزارت خارجه حداقل یک سال هست
در سردرگمی بوروکراتیک به سر میبرد، نمیداند چگونه با این داستان رفتار کند. بازپرس کل میگوید آقای رابرت ملی بعد از اینکه مجوزهای امنیتیش لغو شده بود حداقل یک بار در جلسه های امنیتی شرکت کرده است. سپاسگزارم از سوارش علی از کنگره آمریکا. به پایان تیتر اول چهارشنبه میرسیم. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همینجا.